نیروهای امنیتی بحرین در جدیدترین اقدام ضد انسانی و ضد حقوق بشری خود نه تنها اقدام به آزادسازی زندانیان سیاسی در این کشور نکردند بلکه خانواده و اقمام این زندانیان که برای آزادی فرزندانشان دست به اعتراض زده بودند را بازداشت و راهی زندان کردند پژوهشکده حقوق و دموکراسی در بحرین و نیز سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین با انتشار ای از بازداشت اقوام زندانیان سیاسی در بحرین خبر دادند در این بیانیه آمده در پی برگزاری تظاهرات مسالمت و اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی در بحرین نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از خانواده ها و اقوام این زندانیان اقدام ورزیدند این بیانیه می افزاید بعد از برگزاری این تظاهرات نیروهای امنیتی جعفر رمضان و رمضان ایسا را به اتهام برنامه ریزی و سازماندهی این تظاهرات که آن را تظاهراتی غیرقانونی نامیدن بازداشت کردند. نیروهای امنیتی بحرین ادعا می کنند این تظاهرات غیرقانونی بوده زیرا مجوز نداشته است دلیل مجوز نداشتن هم این بود که بیش از پنج نفر در آن شرکت کرده بودند بر اساس ماده 22 قانون مدنی و سیاسی بحرین به تظاهراتی که بیش از پنج نفر در آن شرکت کنند مجوز داده نمی شود پجوهش حقوق و دموکراسی در بحرین و نیز سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین در بیانیه خود همچنین اعلام کردند که حکومت بحرین به نیروهای آنها اجازه ورود به داخل زندانها برای بررسی اوضاع زندانیان سیاسی را نداده است لازم به ذکر است کشور کوچک بحرین بیش از ده ها هزار زندانی, سی... زندانی سیاسی را در خود جای داده و وضعیت در این کشور به گونه است که در میان بسیار از کارشناسان مسائل سیاسی بحرین این کشور را یک زندان به جای کشور می دانند.